أن لا شريك له سبحانك يا من لا شريك له سبحانك يا من لا شريك له سبحانك يا من لا شريك له سبحانك. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم به پیشگاه شما بینندگان عزیز و گرامی، خانواده های محترم، اهل قرآن. خب نمیدونم چه تعداد از برنامه های گذشته رو دیدید. اجمالا خدمتتون عرض کنیم بحثمون در مورد احکام امر به معروف و نهی از منکر است. شرایط امر به معروف و نهی از منکر گفته شد. شرط اول علم به معروف و منکر است. توضیح هم دادیم، یعنی ما معروف را بشناسیم، منکر را بشناسیم، بدونیم طرف این کاری که بنا داره انجام ندهد برش واجب است تا ما امر به معروف کنیم، این کاری که بنا داره انجام بدهد گناه و معصیت و حرام است تا بتونیم نهی از منکر کنیم. اگه اینا رو نشناسیم ما چه میدونیم که حالا اینی که ایشون انجام نمیده برش واجب است؟ چه میدونیم اینی که میخواد انجام بدهد گناه و معصیت است؟ پس بنا داریم فهرستی از واجبات و محرمات رو خدمتون بگیم. به خاطر چی؟ تحقق شرط اول از شرایط امر به معروف و نهی از منکر. گفتیم نماز واجب است، روزه واجب است، اما بر کی واجب است و چه موقع باید امر به معروف کنیم؟ و اما یکی دیگر از واجبات زکات است. زکات بر همه واجب نیست. خیلی از افراد هستن حتی زکات فطر هم برشون واجب نیست، اما زکات فطر بر بسیاری از افراد واجب است. تمام کسانی که در شب عید فطر فقیر نیستن، نانخور دیگران هم نیستن، مکلف هم هستن، زکات فطر واجب است. اما زکات اموال، در برنامه های گذشته ما مفصل توضیح دادیم در احکام زکات که زکات متعلقاتی داره. پس امر به زکات به کسی که زکات برش واجبه و نمی پردازد لازم است، نه بر هر کسی. یکی دیگر از واجبات خمس، پرداختن خمس است. بله، کسی که خمس برش واجب شده. اتفاقا خیلی میپرسن، میگن آ منزل بعضیا میریم نمیدونیم خمس میدن یا خمس نمیدن. خیلی خوب، نه شما وظیفه دارید، وظیفه امر به معروف دارید. بله پرداختن خمس معروف است، یکی از واجباته، اما بر این فردم واجب است یا نه نمیدونیم. آیا این قضایی که جلو ما گذاشته متعلق خمس است که ما نتونیم استفاده کنیم و به صاحبخونه بگیم خمس اموالتو بپرداز؟ نمیدونیم. احکام خمس رو بلدیم، میدونیم خمس واجب است یک، مواردی داره دو، اما نمیدونیم ایشون خمس اینو پرداخته است یا نه، بر ما واجب نیست امر به معروف. استفاده از این قضا هم اشکالی نداره، اما احتیاطش خوب است. اینم باز از جمله موارد. حج یکی از واجبات است. سابقا من یادمه که بعضی افراد به بعضی از پولدارا میگن آه شما واجب الحجی، تازه غیبتش هم میکردن، فلانی واجب الحج حج نرفته است. شما میدونید برش واجبه یا نه؟ ممکنه از نظر مالی توانایی داره، اما از نظر جسمی توانایی نداره، یعنی واقعا این اعمال رو نمیتونه بره انجام بده و شما هم خبر ندارید. مگه لازم و واجب است که او بیاد اعلام کنه من فلان بیماری رو دارم که نمیتونم اعمال حج رو انجام بدهم؟ شاید نه، اصلا ثبت نام کرده تو نوبته، حالا دیگه هر کسی یه توانایی داشته باشه میرن ثبت نام میکنن، چون میدونن سالیانی طول میکشه تا نوبتشون بشه. در سابق نه، هم خطر بیشتر بود، امنیت کمتر بود، مشکلات داشت، خیلی ها دنبال این بودن که حالا به هر حال مستطیع نباشن یا اصلا نبودن مستطیع. تک تو که افرادی پیدا می شدن که استطاعت حج رو داشته باشن، اما الان زیادن. فلذا اگه ما می دانیم استطاعت مالی دارد، استطاعت طریقی دارد، استطاعت بدنی دارد، استطاعت زمانی هم داره، یعنی امسال می تونه بره و ترک کرده حج و نمی رود، یا از دست سابق حج برش واجب بوده و نرفته و اصطلاحاً مستقر شده است بر او، اینجا امر معروف داره که بهش بگیم آقا
حج بر شما واجب است، شما باید مشرف بشی و اعمال حج رو به جا بیاری. واجب دیگر، معروف دیگر، خود امر معروف و نهی از منکر است. بله، بسیار از افراد هستند که امر معروف و نهی از منکر رو ترک میکنن، یعنی به این واجب عمل نمیکنن. اگر ما بدانیم که ایشون مثلا، حالا نمونش رو برای خود من پیش آمد، یه وقتی ما مسافرتی میرفتیم به یکی از شهرها چند سال پیش با اتوبوس، نزدیکای به حساب نزدیکام نه، وقت نماز شده بود دیگه، وقت نماز صبح شده بود، چون از اذان صبح تا طلوع آفتاب بود یه ساعت و نیم وقت دیگه، وقت اوایل وقت بود که من به راننده اتوبوس گفتم ان شاءالله یه جای مناسبی برای نماز نگهداری، گفت چشم آقا. خب یه خورده دیگه رفتیم، باز یه تذکر دادم، بازم گفت چشم. کم کم دیگه داشت هوا روشن میشد، باز تذکر دادم، دیگه داشتیم دیگه تقریبا نزدیک بود نماز قضا بشه، نزدیک بود باز به اون شهرم برسیم. ها گفت حاج آقا میرسیم. گفتم آقا نمیرسیم، نگاه دار من پیاده بشم تو بیابون. آمدم پیاده بشم، دیدم که هیچ کدام از این مسافرا نه خلاصه خودشون پیاده میشن نه امر به معروف میکنن. خب ایشون وظیفش هست، برش واجبه که جای مناسبی نگه بداره، مردم نمازشون رو بخونن، اما هیچ کس نمیگه. خب اینجا بر من واجب است که نسبت به ترک امر به معروف، که این مسافرها این امر این وظیفه رو ترک کردن، برگشتم به حضرات گفتم، گفتم خب شما چرا چیزی نمیگید؟ خیال نکنید من به سرم زده اینجا تو بیابون پیاده میشم، من برای نماز دارم پیاده میشم. بازم هیچ کس پیاده نشد، ما تنهایی اونجا پیاده شدیم، ما تو بیابون نمازمون رو خوندیم، دوباره وایسادیم سر جاده، ماشین بعدی سوار شدیم رفتیم به مقصد رسیدیم. فلذا بسیار موارد است که یه نفر یه چیزی میگه طرف گوش نمیده، اگر سه نفر دیگه چهار نفر دیگه هم کمکش کنن اثر میکنه، گاهی متاسفانه اصلا مخالفت میکنن. یه جوانی تو خیابان به یک آدم بداخلاقی بدرفتاری، حالا جوانی به ناموس مردم نگاه میکنه یا خانمی است مثلا حجابش رو رعایت نمیکنه، تذکر میده، دیگران ساکتن، گاهی وقتا اصلا اعتراض میکنن به طرف، آ چیکارش داری؟ یا خود طرف مقابله میکند، چهار نفر دیگه کمک نمیکنن. یعنی اینها ترک کردن امر معروف را، ترک کردن نهی از منکر را. و تازه ما دو تا وظیفه داریم، یه وظیفه امر معروف و نهی از منکر کردیم اثر نکرده، حالا اگر این افرادی که این وظیفه رو اونا هم ترک کردن، با ما همکاری نکردن، یاری نکردن، اگه واقعا اثر داره باید به اینا هم تذکر بدیم، بگیم اگه شما وظیفه ندارید، مگه شما تکلیف ندارید، من تنها باید بگم که اونا هم بدونن که امر به معروف و نهی از منکر وظیفه. اگر در برنامه اول یادآوری کردیم که بسیاری از افراد این تکلیف رو ترک کردن، سرش همین است. و اما نوبت رسید به سوالهای شما، گرچه سوال‌ها به خاطر طولانی شدن برنامه متنوع شده، یعنی از ابواب مختلف هست، از نماز هست، از طهارت هست، از روزه هست، کفاره روزه داریم. بله، حالا اولین سوال هم در مورد نماز هست که سوال کردن آیا گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم در اول هر نماز اشکال ندارد؟ گرچه تعبیر اول هر نماز تعبیر صحیحی نیست، در ابتدای نماز پس از تکبیرت الاحرام قبل از خوندن هم مستحب است اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفته بشود، و در رکعت‌های بعدی هم به قصد ذکر مانعی نداره، اشکالی نداره. در مورد امر معروف و نهی از منکر که موضوع بحثمون هست، سوال کردن امروز تبلیغات نقش اساسی در امر معروف و نهی از منکر دارد، آیا وظیفه ما صرفاً گفتن به زبان است؟ انشاءالله در بحث‌های آینده ما به تفصیل خواهیم گفت. این که میگن امر معروف و نهی از منکر لسانی، نه این که فقط به گفتن باشد که بگید این کار انجام بده، این کار انجام نده، چرا این کار کردی، چرا این کار نکردی، نه، گاهی وقتا شما باید نامه بنویسید، گاهی وقتا باید مقاله بنویسید، گاهی وقتا باید جواب یه مقاله رو بنویسید که نهی از منکر، مثلا اون مقاله منکری جوابشون، اونی که کتابی را رد یک کتاب دیگه می نویسد این داره نهی از منکر می کنه، اما با نوشتار. گاهی وقتا شما برای امر به معروف و نهی از منکر تشخیص می دید باید تلفن بزنید، پیامک بفرستید،
بله ما قبول داریم که تبلیغات یا به تعبیر دیگر رسانه جمعی و ابزار امروزی وسایل خوبی است برای امر به معروف و نهی از منکر، مسئولیت سنگینی هم دارن، گاهی وقتا میشن مروج منکر، اما اگر وظیفه را بدانن، اونا هم معروف رو بشناسن، منکر رو بشناسن و احساس تکلیف و وظیفه کنن و به وظیفشون عمل کنن، بسیار بسیار در امر به معروف و نهی از منکر مؤثر هستن. هیچ کس نقش اساسی و تاثیرگذار بسیار زیاده صدا و سیما را در ترویج منکر یا معروف، هیچ کس منکر این مطلب نیست، همه قبول دارن میدونن، ولی مهم آن است که همچنین روزنامه ها، مجلات و نشریات دیگر وظیفه را بشناسن و به وظیفه عمل کنن. و بارها گفتیم در برنامه‌های گذشته، اگر همه در هر کجا که قرار دارن به مقداری که میتوانن، یک نفر ممکنه در این محدوده یک اداره کوچیک این وظیفه رو عمل میکنه، یک کسی ممکنه میکروفونی تریبونی دارد جمعیتی بیشتر، یک کسی در مقامی هست که باز گستره فعالیت و تاثیرگذاری کلامش و نوشتهش بیشتر هست. امروز خب سایت ها مثلا یک راهی است برای ترویج معروف و نقطه مقابلش. علیرغم این نه، این که گفته شد که تنها وظیفه گفتن است با زبان، تنها این نیست، اونم یک راه است. باز سوال کردن، اگر بخواهیم به یک خانم بدحجاب تذکر بدهیم، موی سر او را می‌بینیم، آیا باز بر ما واجب است نهی از منکر؟ بازم در مباحث آینده اشاره خواهد شد انشاءالله. شاید هم گذشته هم اشاره کرده باشیم که در امر معروف و نهی از منکر شخص نباید مرتکب گناه بشود. اگه بخواد گناه کنه، جلو گناه بگیره، این نشدنیش. حالا ممکنه اثری هم بکنه، اما خود فرد به وظیفه عمل نکرده است. نگاه کنید این که گفتید که خب اگه ما بخوام به یه بی‌حجاب مثلا تذکر بدهیم، موی سر او را می‌بینیم، تا نگاه کردن دو مطلب است. شما نگاه نکنید، ممکنه بگید که چجوری بفهمید بی حجاب است؟ بله ممکنه چشمتون افتاده دیدید، ادامه ندهید، تذکرم بدهید. بعضی هم هستن همین وظیفه رو عمل میکنن، گرچه حالا همینجا هم ممکنه بعضی بگن بابا اثر نمیکنه، گوش نمیدن. بله اینا ما قبول داریم، ما هم تو همین جامعه هستیم، ما هم با همین مردم سر کار داریم، نمونه ها هم دیدیم، تذکر دادیم، اثر نکرده. اما باید با برنامه ریزی باشه که امیدواریم انشاءالله مسئولان بنشینن برنامه‌ای مدون کنن برای این کار، مخصوصا افرادی آموزش ببینن با تجربه، با روش‌های صحیح این وظیفه رو عمل کنن، تا انشاءالله معروف اقامه و منکر در جامعه برچیده شود به اون مقداری که به هر حال میسور همه هست. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتون و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خلاصه این برنامه، در بحث احکام امر به معروف و نهی از منکر به شرایط امر به معروف و نهی از منکر رسیدیم که شرط اول آن شناخت معروف و منکر بود. در برنامه گذشته درباره نماز و روزه سخن گفتیم. معروف واجب دیگری که باید به لیست کارهای معروف اضافه شود زکات است. زکات از واجباتی است که بر همه واجب نیست، بلکه فقط بر دارنده اموالی که قبلا به آن اشاره شد واجب است. حتی زکات فطره نیز بر بعضی از افراد واجب نیست، چرا که زکات فطره بر مکلفی واجب است که در شب عید فطر فقیر و نانخور کسی نباشد. خمس یکی دیگر از واجبات است، اما اگر نمی‌دانیم پرداخت خمس بر کسی واجب است یا نه، لازم نیست به او تذکر دهیم و تجسس در کار دیگران نیز امری ناپسند است. حج از دیگر واجبات است که با شرایطی چون استطاعت مالی، بدنی و زمانی بر افراد واجب می شود. واجب دیگر خود امر به معروف و نهی از منکر است. بنابراین باید به فردی که شرایط آن را دارد اما این کار را انجام نمی دهد تذکر داد.
در برنامه بعد معروف‌های دیگری را برخواهیم شمرد.